خدا خراب کند خانه کسانی را که آشیانه ما را ز ما جدا کردند. به دست ظلم و توحش چه ریشه ها کندند، چه فتنه ها که به نام خدا به پا کردند. حریم حرمت مردی و مهر شد پامال، حریم و حرمت مردی و مهر شد پامال، به صحن مسجد نامردمی دعا کردند. به قید و بند کشیدند بیگناهان را، هزار قاتل در بند را رها کردند. به نام دین و خدا، به نام دین و خداوند و دوزخ و جنت، در آن دیار تو دانی و من چه ها کردند. به جرم مفسد فلعرض، به جرم مفسد فلعرض و جنگ با یزدان، چه دست ها و چه سرهاز تن جدا کردند. گلوی پیر و جوان را به دار ظلم زدند، به دست جهل چه با بنده خدا کردند. ز سنگسار مگو، ز سنگسار مگو، زخم کهنه ام مفشار. مگو مگو که چه این قوم بی وفا کرد، بی حیا کردند. مگو مگو که چه این قوم بی حیا کردند. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک که هم میهنان ارجمند، برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو از تلویزیون پارس می آغازم. چامیره که در آغاز برنامه شنیدید از علی حیدری، نقاش، خوشنویس و چامسورای میهن‌پرست و خوش‌ذوق ایرانی بود. بینندگان ارجمند، هرچند که هر برنامه‌ای که من دارم در اینجا نام ویژه و صفت و سرشت ویژه‌ای داره، ولی رویدادهای کنونی کشور ما، سرزمین گرامی ما، خانه ما، گور و گهواره پدران و مادران ما، هم اکنون دچار یک التهاب و یک دگرگونی سختی است و در آستانه و در لبه دره ژرف و پرتگاه عمیق و خطرناک جنگ قرار گرفته. بر این پایه پروانه می دهید به من که با اینکه نام برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی است و یا نام برنامه در گذرگاه تاریخه، به برخی از بررسی های وابسته به این میهنمون بپردازم و با شما در این زمینه بررسی و یک تفسیری یا گزارشی انجام دهیم. خبرگزاری ها خبر دادند که 11 تن از جاسوسان رژیم ایران در کشور سوریه ربوده شدند. یکی نیست به این ملاها بگه آقا شما نیست کار خودتون خیلی دقیق و خوب و کشور خیلی به سامانه، خیلی همه چیز سر جای خودشه، همه چیز آرامه، همه چیز ارزانه، همه چیز فراوانه، همه رشته ها دادگری فراوان در اون به کار میره، اونو حالا همه این کارا رو درست کردید، حالا رفتید در کشور سوریه به دنبال اون دیکتاتور خوناشام و سنگدلی که براش کشتن آدمیان و نسل کشی هیچ نوع ابایی درش نیست، همکاری میخواید باش بکنید و اونو نجات بدید. اول خودتون رو مواظب باشین، بعد برید اونو نجات بدید. میگن به ملا نصرالدین گفتند شما از این لرزانک ها بخور، همین که ما اینجا بهش میگیم ژله، گفتن از این لرزانک ها بخور. گفت برای چی؟ گفتند قوت داره. گفت اگر قوت داشت خودش نمیلرزید. حالا آقا اگه تو خیلی عرضه داری آخوند، کشور خودتو مواظب باش،
که از ترس مردم از هفت سوراخ قایم شدی. یکی از دوستان که با اون همکاران خامنه ای در ایران تقریبا نزدیکه میگفت، گزارشی که به من دادن این است که حفاظت از یک نفر طبقه بندی هایی داره که بالاترین طبقه بندیش طبقه بندی شماره 6ه. از داشتن دو تا گارد شروع میشه، شماره 1 هی محکمتر و محکمتر و محکمتر و محکمتر میشه تا به شماره 6 میرسه. میگم مال خامنه ای شماره 6ه از ترس مردم. حالا این جاسوس میفرسته سوریه که بشار اسد رو حفظ کنن، و خب مردم سوریه هم آگاهن اینا رو میرو بایند. سخنگوی وزارت خارجه از ربودن 11 زائر، اینجا حالا گفته اینا زوار بودن، رفته بودن زیارت نمیدونم اونجا حضرت رقیه است، حضرت کیه اونجا، رفتن از راه زمینی وارد سوریه شدن و عازم دمشق بودن. دمشق رفته بودن، اونجا که آرامگاهی نیست که. بعد سخنگو میگه اینا داشتن میرفتن دمشق، سخنگوی خارجه ایران، و ربوده شدن. قبل از این نیز مخالفان حافظ اسد، ببخشید بشار اسد، 5 مأمور پنهانی رژیم رو هم که اونها هم زیر نام زائر رفته بودن به سوریه، اونها رو هم ربوده بودن. بنابراین شمار ربوده شدگان جاسوسان رژیم در سوریه به 16 نفر رسیده. اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت این کار رو نپذیرفته و وزارت خارجه ایران از مسئولان دولت بشار اسد خواست که همه امکانات خود را در جهت اطمینان از سلامت جان این اشخاص و رهایی زوار ایرانی به کار ببرند. عجب اینا زوارن، اینقدر دولت ایران دلش برای ایرانی ها میسوزه که 11 تا زائر رفتن ربوده شدن، حالا اینجور جگر رژیم ایران سوخته که آقا به ماموران بشار اسد میگه مواظب باشید نهایت فعالیت خودتون رو در جهت حفظ امکانات جان و سلامت این اشخاص مرعی دارید. اینقدر برای شما این زبار عزیزم. خبرگزاری ها خبر دادند که یک ناو هواپیمابر دیگر ایران در راه ورود آمریکا در راه ایران و ورود به خلیج فارس، و اونها خبر دادند که ناو هواپیمابر انترپرایز بعد از انجام رزمایش تمرینی خودش در اقیانوس اطلس راهی خلیج فارس شده. خب طبعا از تنگه هرمز باید بگذره دیگه. وزیر دفاع امریکا در بازدید خود از این ناو بعد از اینکه رزمایش رو انجام داده بود گفت ورود این ناو به خلیج فارس از راه تنگه هرمز علامت روشنی است به ایران که تهدید کرده بود در صورت آغاز تحریم نفتی علیه ایران این راه مهم دریایی رو خواهد بست. یعنی داریم میگیم، ما بهش میگیم که ما داریم برای همین کار میایم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. خبر سوم که بیشتر به جوک شبیه این است که مجلس شورای آخوندی طرحی رو در دست تصویب داره که فروش نفت ایران رو به اروپا ممنوع کنن. تا پریروز که اروپا هنوز تحریم نکرده بود نفت ایران رو، ما میگفتن نه نمی کنه، اگه بکنن ما تنگه هرمز ببندیم، یعنی ناراحتیم دیگه، یعنی ناراحتیم که شما میخواید این کار بکنید، اگر بکنید ما هم تنگه هرمز ببندیم. حالا که اونا این کار کردن بدون توجه، نمایندگان مجلس طرحی رو بردن به مجلس که فروش نفت به اروپا قدغن، ممنوع. پس چرا ناراحتین؟ خودتون دارین ممنون میکنین، پس برای چی بخواید تنگه هرمز رو ببندین؟ درست مانند اینه
که یه نفر که پیشوری کالایی رو میاره در یک فروشگاهی که ما رو اونه میذاره برای فروش، بعد اهالی یک محل، ماندگاران در یک کوی میگن ما نمیریم اینو بخریم. بعد صاحب اون مغازه میاد به شاگرداش میگه به این اهالی این کو دیگه این کالا رو نفروشینا. اونا که زودتر از تو گفتن ما نمیخوایم بخریم. اینقدر اینها احمقن. به قول صاحب تبریزی میگه مخور صاحب فریب زهد از عمامه زاهد، که در گنبد ز بیمغزی صدا بسیار میپیچد. خالی اون تو. برای همین است که اینجور مشت خودتون رو باز میکنی. بعد همین مسئله، کارشناسان امور اجتماعی همین مسئله رو در مورد مجلس دلیل ناتوانی ایران از بستن تنگه هرمز میدونن. معتقدن همین کاری که مجلس داره میکنه دلیل این است که نمیتونه تنگه هرمز ببنده. چرا؟ میگه من خودم ممنوع کردم، اونا نتونستن کاری بکنن. همونطور که دیروز وقتی اون ناو قبلی از آمریکایی، ناو هواپیمای آمریکایی، مثلا اون رئیس جمهور آمریکا روش بود، اومد از تنگه هرمز گذشت و 5 تا کشتی هم جنگی هم اونو اسکورتش میکردن، گفتن ها اینا ترسیدن، اما ترسیدن ناو هواپیمای با 5 تا کشتی جنگی اومد رفت. حالا تو هر چی میخوای بگو، اون کار خودشو داره میکنه و تو هم جرئت نمیکنی تنگه هرمز رو ببندی. بله، به هر روی از این نکات فراوانه و اگر نکته‌ای به نظر من رسید که شایسته بود با شما در میان بگذارم، با هم به بررسی اون میپردازیم. میریم به زبان فارسی و پرسش‌هایی که هممیهنان ارجمند از این برنامه کردن. سرور محمد عینی میپرسه عمل با عین، عمل عین و میم و لام و عمل الف و میم و لام چه فرقی با هم دارن؟ عمل با عین و عمل با الف و هر کدام اینها چه معنایی میدهند و آیا هر کدام اینها از چه زبانی هستند؟ پس سه پرسش شده. یکی اینها چه معنا دارن هر کدامشون؟ بنابراین پذیرفته که غلط نیستن، ولی کدومشون معناشون چیه؟ هر کدومشون از چه زبانی هستن، از چه زبانی اومدن و چه فرقی هم بودن؟ پاسخ این است که عمل با عین به معنای کار، فعل و رفتاره. عمل با عین، عین و میم و لام. و عمل با الف به عنوان به معنای آرزو و امیده. هر دوی این واژه هم تازی هستن. سروری پرسیده قورباغه فارسی است یا عربی؟ بسیاری از کسانی که تازه وارد به کار زبانشناسی میشن تا این پرسش ازشون بکنن میگه قورباغه معلومه فارسیه دیگه، تو باغ قور میزنه. قورباغه جانوری است دوزیستی که تو باغ ها هستش و شبا قرقر میکنه، پس با فارسی باید باشه. اما نه، واژه قورباغه ترکیه. بر این پایه اون رو دیدیم که هم با قاف مینویسن هم با غین، و بر پایه اون روشی که من پیشنهاد کردم و گفتم وقتی واژه بیگانه رو به زبان خودتون میارید، به زبان فارسی میرید، دست کم با بند واژه های پارسی بنویسید، نه با بند واژه های تازی. بنابراین قورباغه با اولیشو با قاف بنویسن، دومی رو با غین، هر دو رو با غین بنویسن. هیچ دشواری هم نداره و هیچ غلط نیست، چون واژه بیگانه است، آوردید به زبان خودتون. بانوی به نام نیره مهتدی میپرسه آیا کاندید درسته یا کاندیدا؟
کاندید درسته یا کاندیدا. البته نمونه نیاورده، اگر نمونه می آورد می گفتم که کدوم درسته، ولی چون نمونه نیاورده باید بگم هر دو واژه درسته، بستگی داره به معنای اون. هر دو واژه درسته، نه در یک معنا، هر کدوم اونا معنای جداگانه دارن. اگر خواست شما از کاندید یا کاندیدا نامزد یک کاریه، حالا فرق نمیکنه، حالا بیشتر معروفه که نامزد انتخاباتی میگن هست، ولی یه نفر رو برای یک کاری نامزد میکنن میتونن بگن که کاندیدا کردن. بر این پایه اگر خواست شما نامزد، واژه نامزد، معنای نامزد، چه نامزد انتخاباتی، چه نامزد برای انجام فلان کاری، چه نامزد برای رفتاری، چه نامزد برای زناشویی، اینا کاندیدا گفته میشه. اون الف حتما باید باشه وگرنه نادرست. اما اگر کاندید بگیم بدون الف به معنای آدم ساده لوح و آدم معصوم و بیگناه، پس کاندید یعنی آدم ساده لوح و بیگناه و معصوم، کاندیدا معنای نامزد میده. همچنین بد نیست بدونید که هر دو ریخت این واژه، چه کاندید و چه کاندیدا، فرانسه است، از زبان فرانسه به زبان فارسی آمده. بر این پایه وقتی یک واژه بیگانه است و ما هم جانشین داریم براش، چه نیازی است ما بگیم کاندید یا کاندیدا؟ فارسی اون رو به کار میبریم، یعنی چه بهتر که ما هرگز هیچ کدام این دوتا رو به کار نبریم و از جانشین های ساده دل و نامزد سود ببریم. میپرسند به جای واژه تازی فرش و قالی چه میتوانیم بگوییم؟ به جای فرش و قالی، پرسش خوبیه. به جای واژه فرش، فرش، فوره و شین، میتونیم از واژه پارسی گستره سود ببریم. گستره، نه گسترده، گستره یا گسترنده، هر دوش درسته. به جای فرش، و فرش یعنی گسترده. اما قالی به خلاف اون قیافه‌ای که داره در آغاز قالی نبوده، چون در اون نقش و نگارهایی هست و بوته ها و گل بوته ها و چیزهایی رو در اونجا میبافند، در آغاز به اون ایرانی ها گفتن خالی، نه خالی به معنی توهی، خالی به معنی خالدار، چون نقش و نگار روش بود. پس خالی، قالی در آغاز خالی بوده. ولی توجه داشته باشید که واژه خال، همونی که در صورت هست بر روی پوست زده میشه، خودش تازیه. پس خود خالدار هم به جز دارش، اون خالش تازیه و نمیشه. بهتره بگیم که گستره بزرگ، چون در گفتارهای به اصطلاح بازرگانی، در این گفتارهای بازرگانی معمولا فرشهای بزرگ رو یا گستره های بزرگ رو که بیش از 12 متر باشن میگن قالی، یا حتی 12 متری ها رو میگن قالی. بزرگتر از فرش معمولا گفته میشه. بنابراین میتونیم به اون بگیم پهن بافت، پهن بافت و یا گستره بزرگ به جای قالی. پرسیدن دیده شده که واژه تشت رو تشین ته به نادرست با تین تازی تشت می نویسن، یعنی تین و شین و ته. به جایی که ته دو نقطه و شین و ته بنویسن، تین و یعنی تین دستدار و شین و ته می نویسن.
آیا درست است؟ پاسخ این است که هرگز درست نیست. در زبان پارسی کهن تش به معنای آب بوده. فرشته باران رو میگفتن تشتر و بعد در اون زبان هخامنشی آ در آغاز واژه که می اومد معنی رو زیر و رو می کرد. بر این پایه تش یعنی آب، آتش یعنی ضد آب که همون آتش. همونطور که گفتم به فرشته باران تشتر می گفتن که از ریشه تش گرفته شده، مثل همون فرشته باران که تشتره، خود تش به معنای آبه. بر این پایه تشت به معنای آبگیره. پس یک واژه پارسی کهنه. این تین دستدار رو از کجا آوردید گذاشتید رو این واژه؟ صد در صد واژه تش با تین نادرسته. من پرسش دیگری رو میکنم، بعد از آقای امیر درخشان میخوام که آگهی رو بذارن. پرسیدن آیا تصادف درسته یا تصادم؟ ت صاد الف دال میم درسته یا ت صاد الف دال ف؟ پاسخ اینه که تصادف به معنای مصادف شدنه، رو در رو شدنه، برخوردنه. مثلا میگه من دیروز در راه دانشکده با برادرم تصادف کردم، دیدمش. اتفاقا تصادف کردیم، با هم دیگه دیدیم. این معنی صدمه خوردن نمیده. بنابراین این تصادف‌های رانندگی اگر منجر به صدمه خوردن نشده باشه میشه گفت تصادف. دو ماشین به هم خوردن یا تصادف، آسیب کم بوده یا کسی صدمه نخورده. بر این پایه تصادم معنیش فرق میکنه، یعنی صدمه خوردن. تصادم یعنی صدمه خوردن و آسیب دیدن. تازیش صدمه است، پارسیش آسیبه. برای نمونه میگن دو خودرو با یکدیگر تصادم کردند. این درسته، یعنی برخوردی همراه با آسیب و صدمه داشته. من از امیر ارجمند خواهش میکنم آگهی اگه هست بگذارن، بعد برمیگردیم دنباله کار رو میگیریم. امیدوارم که زمان داشته باشیم برای گفتار با بینندگان ارجمند. بینندگان ارجمند، صحنه رو که هم اکنون میخوام نشون بدم از مسجد شاه یا مسجد جامع اصفهان گرفته شده. شیوه معماری در این مسجدها، من خودم گواه بودم، اونجا رفتم و آزمایش کردیم، به گونه ای ساخته شده که اگر در یک نقطه ای از اون وسط مسجد، یعنی اونجایی که سقف و گنبد هست، گنبد مسجد هست که جاش هم مشخص کردن، حتی منبر رو با آجر و سنگ و مرمر اینا ساختن که تکون نخوره و اون ملا یا خوند یا واعظ اونجا بنشینه وقتی حرف میزنه، در اون نقطه کانونی قرار میگیره که انعکاس صدای این آدم بدون بلند، چون زمان که بلندگو و آمپلیفایر نبوده که، بدون نیاز به بلندگو و آمپلیفایر و دستگاه های صوتی، بی نیاز به اونها، صدای سخنران رو تمام شبستان میشنوند. یه شیوهی به کار بردن در معماری که این شیوه بازتاب آوای سخنران رو به همه گوشه های مسجد میرسونه. حالا یه آدمی جهانگرد، البته ایرانی، رفته اونجا برای اینکه این مسئله رو ثابت کنه، در اون نقطه مرکزی وایساده و آواز خونده.
شما ببینید اولا صدا چقدر رسا و بدون بلندگو همه چی. صدا رساست، همه گوش همه میرسه. دو، این آدم نه ادعا داره، نه خودش خواننده میدونه، نه موسیقیدان میدونه و هیچ کدوم اینا نمیدونه. شما ببینید چقدر لطیف و چقدر زیبا و چقدر مسلط و چیره یک تیکه میخونه. تنها عیب این آواز و این فیلم اینیست که بسیار کوتاهه. گفتم بهتره که با همدیگه این رو دوباره ببینیم. من بسیار بسیار لذت بردم. امیر جان پخش کن. انگیز بود و جالب بود. یه خود خستگی روحیتونم در رفت. من خواهش میکنم از امیر گرامی که تلفن استودیو رو بگذارن روی پرده تلویزیون تا من دو پرسش دیگر پاسخ بدم. پرسیدن بسیار دیده شده که در گفته ها و نوشته ها رمان رو رمان میگن، میگن عجب رمان خوبی بود، تشدید میذارم برای نون. این درست نیست. پرسیدن آیا این درسته یا نه؟ نخیر، درست نیست. رمان با تشدید میم تازیه به معنای انار. انار، انار رو در زبان تازی میگن رمان، به معنای داستان بلند نیست. یک رمان که واژه فرانسه است به بی تشدید به معنی داستان بلنده. هیچ یک اینا فارسی نیستن و رمان فرانسه است و رمان عربیه. باید به جای رمان داستان یا داستان بلند گفت. به هر روی رمان نادرست. پرسش دیگر شده که آیا رهبریت درسته؟ هرگز درست نیست. یکی از نادرستی های بد و چندشاور که از ناآگاهی گوینده و نویسنده ریشه میگیره، واژه های پارسی رو به شیوه مصدر ساختگی تازی در میارن. رهبر پارسیه، رهبریت نداریم. رهبریت مصدر ساختگی عربیه. شما میخواید بگید رهبر بودن، بگید رهبری. رهبری وقتی گفتید مفهوم رهبر بودن رو میده و خود رهبر هم پارسیه، اون یه هم پارسیه، پسوند پارسیه میذارید میشه رهبری. بدبختی نیست که از این نمونه ها ما زیاد داریم، مانند ایرانیت. خب بگید ایرانی، ایرانی بودن. ایران پارسی رو چطور مصدر ساختگی تازی میگیرید؟ یا زنیت، فلان کس زنیت داره، مسخره است. زن راستینه، زن واقعی. خوبیت، این کار خوبیت نداره، مسخره است اینا.
رهبریت، زنیت، نمیدونم ایرانیت، اینا خوبیت، خریت، همه اینا نادرسته و درست نیست. الو بفرمایید. الو شما دو در شما من تهران زنگ زدم خدمتتون. بفرمایید. سر این موسیقی که پخش کردین یه مطلبی هم که علاوه بر اینکه این آواز بسیار زیبا خوندن، جالبتر اصلا این بود که داخل مسجد جامعه اصفهان بود و مسجد واقعا به درد همین کار میخوره. و از این سوالی که ازتون داشتم این هستش که کجا از چه تاریخی ایرانی ها مثلا به دو اسم بودن دو اسم بودن رو انتخاب کردن و اسم قشنگی هم هست، مثلا اسم امیر اشکان، ایوب پاشا، این از کی شروع شده و آیا درست هست اسم امیر که عربی اگه باشه اشتباه نکنم با یه اسم ایرانی مخلوطش کنن؟ سپاس. بله پاسختون رو انا میده. بله درست نیست خانم، درست نیست. بگذاریم از اینکه واژه امیر تازیه و اونی که میذاره امیر هوشنگ نادرست. چرا؟ چون هوشنگ پارسی است، امیر تازیه. اصلا چرا دو اسمه؟ چرا دو اسمه؟ حتی کشورهای بیگانه که نام یکم و نام دوم و میان نام میانی دارن در زبان فارسی اینطور نیست و یک نامه و یک نام خانوادگی و همونطور باید باشه. در جز این صورت در هم ریختگی ایجاد میشه، گروهی اون شخص میگن امیر، گروهی میگن هوشنگ و این درست نیست و اون آدم رو دو شخصیت درست میکنه. الو بفرمایید. الو بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما. جناب انقطاع، شما فرمود قورباغه با قین و قاف بنویسن تازی هست. بله. و زغ چیه؟ نه ترکیه گفتم. ترکی. گفتم ترکی. کدامه؟ وزق یعنی چه؟ وزق فارسیه. وزق همون قورباغه میشه دیگه. مثل این که بعضیا گفتن قورباغه نر رو میگن وزق، ولی من فکر میکنم قورباغه رو میگن وزق دیگه. بله. بله بله. خیلی متشکرم از محبتتون. خواهش میکنم. الو بفرمایید. الو. الو. بفرمایید قربان. جناب ناصر انقطاع. درود بر شما. گوش ندید به تلویزیونتون. بله من مونده بودم چشت. درود بر شما آقا. آقا ناصر انقطاع، من فقط توی کلمه روزانه صبح، ظهر، نهار و شام موندم و بخیر تو بخیر، ظهر بخیر، نهار نمیدونم، عصر بخیر، شب بخیر. بله بله. خواهم بدونم که البته من لغت دیگه جاشون گذاشتم، روز خوش گذاشتم. بله. ولی میخوام ببینم که اصلا بخیر عربی صبح و نمیدونم نهار و شام و از این حرفا عربیه یا خیر؟ بله. من هم اکنون پاسختونو میدم. از تلویزیون گوش بدید. اگه تلویزیونتون روشنه، حالا دیگه وقتی من قطع بکنم صدا رو میتونید بلندش کنید گوش بدید. ببینید تمام این زمانهای روز و شام و شب پارسی داره. سر میشه پگاه، سحر میشه پگاه که بگاه در حقیقت بوده، چون به اوپر ایرانی ها در قدیم با هم داخل اسب رو میگفتن اسب، په میگفتن اسب، و پگاه همون بگاه بوده. مقابلش بعد از نیمه شب رو میگفتن بیگاه، پیش از سرزدن خورشید بگاه بوده، پس از نیمه شب رو بیگاه میگفتن. یعنی این زمان آغاز کاره و بگاهه، که پگاه هم همون بگاه هست و اون هم بیگاهه. صبح فارسیش بامداده، بامداده. ظهر نیمروزه، چون ظهر به عربی هم به معنی نیمه میاد، اینجا ظهر نیمروزه. نهار که میگن که به غلط نهار می نویسن، یعنی نون و ه و الف و ر می نویسن، در حالی که نون و الف، ه و الف و ر است. نهار یعنی ناشتا، غذای اندک.
اونم پارسیه. عصر رو در زبان پارسی میگن پسین، یعنی پس از نیم روز. بعد از ظهر رو میگن پس از نیم روز، عصر رو میگن پسین، مغرب رو میگن شامگاه، و شب که شب فارسیه، نصف شب هم نیم شب گفته میشه، نه نیمه شب، نه ه نداره. همونطور که نیم روز ه نداره، نیم شب هم ه نداره، نیم شب و نیم روز گفته میشه. بر این پایه پگاه، بامداد، نیم روز، پسین، شامگاه و نیم شب، تمام فارسی. اما خیر، واژه خیر پارسی است. اگر تازیان از ما گرفتن و بردن، اون دشواری خودشونه، چون یکی از روزهای سیگانه‌ای که یکی از نامهای سیگانه‌ای که برای روزها گذاشته بودن در زبان پارسی کهن خیر بوده، گویا مثل که روز 27 و 28 باشه خیر گفتن، برای واژه خیر پارسیه. پس روز به خیر، بامداد به خیر، شامگاه به خیر، درسته. شما روز خوش گذاشتید، بسیار زیباست، بسیار زیباست. شب خوش، روز خوش، بامداد خوش، همه اینها میشه، ولی خیر پارسیه. الو بفرمایید. الو بفرمایید. الو بفرمایید. بله سلام عرض میکنم، من یه سوال از شما داشتم آقای. خواهش میکنم بفرمایید. میخوام ببینم پدر کوروش کی بوده؟ بله پدر کوروش همون اسم پسر خودش هم گذاشت. آخه کامبوجیا مگه کامبوجیا همون کامبوجیا من شنیدم کامبوجیا هم پدرش بوده مگه نیست؟ کامبوجیا هم پدرش بوده هم پسرش. بله خیلی ممنونم، متشکرم. خواهش می‌کنم. و بعضیا اشتباه میکنن، کوروش دوم رو میگن کوروش کبیر، در خانواده هخامنشی کوروش سوم کوروش بزرگ بوده، چون کوروش سه تا کوروش در خانواده هخامنش بودن. الو بفرمایید. الو دکتر اینگتا بفرمایید. قربان، درود بر شما. خواهش میکنم. من یه سوال، یه کتابی من میخوندم توش در مورد نوشته بود آفریدگار و پروردگار دوتا معنی مختلف داره. تا اونجایی که ما میخوندی همیشه فکر میکنیم هر دوتا به معنی خداست. ممکنی در این مورد کمی دو بله من اگر رو خطم باشید پاسختونو میدم. ببینید معنی خدا نمیده، نامهای خداست، نامهای خداست. برای هر دوتا نامهای خداست؟ هر دوش نامهای خداست. حالا ولی در این کتاب نوشته بود دوتا معنی. حتما کتاب شما مطمئنم مطالعه کردین، که منظورم کتاب حافظ خراباتیه که در مورد دین مهر که داشت صحبت میکرد. وقتی رسید به این دو کلمه گفت دوتا معنی مختلف دارن. معنی مختلف دارن ولی به یه نفر، به یه ذات ابلاغ میشه و اون ذات خداونده. معنی مختلف دارن، براتونم الان میگم. آفریدگار یعنی به وجود آورنده، آفریدن یعنی پدید آوردن، به وجود آوردن. بنابراین یکی از صفات خدا آفریدن دیگه. پس یکی از صفاتهای خداوند آفرید. پروردگار، پروردگارم غلطه، پروردگار دال جزمه، همونطور که آفریدگار درسته نه آفریدگار. آفریدگار کسی که خداوندیست که می آفرینه، پروردگار می پرورانه اونو، بزرگ میکنه. بچه از زمانی که به دنیا میاد تا رشد میکنه و بعد هم در میذاره، خداوند می پرورانه. عربی اونو میگه رب، رب از مربی میاد یعنی تربیت کننده. فارسی میگه پروردگار. بر این پایه دو صفت برای یک ذات، معنی ها مختلفه ولی نام یک ذات هستن. امیدوارم درست خواهش میکنم. الو بفرمایید. الو الو وقت ما خیلی کمه، لطف کنید دیگه اگر میپرسم بیدرنگ جواب بدید.
الو بفرمایید. درود به جناب انقطاع. درود بر شما. امیدوارم خسته نباشید. سپاسگزارم. بله جناب انقطاع، در مورد کوروش بزرگ گفتید، ایشون کوروش دومه، کوروش سوم، کوروش کوچک همونیه که در زمان نه نه قربان این اختلاف بله. بعد سپاه 10000 نفری بودن و این کوروش سوم یا کوروش کوچک برادر داریوش دومه که سر سلطنت با هم دیگه. بله عرض کنم من اینو توضیح خدمتتون بدم. در کتابی که من دارم به نام 10 ابرمرد تاریخ ایران، من از تلویزیون گوش میکنم. اصلا گوش میدید؟ بسیار. در 10 ابرمرد تاریخ ایران که من نوشتم، در این باره بر سر موضوع کوروش دوم و سوم کدومشون کوروش بزرگ هستن به چندین و چند کتاب رجوع کردم، نگریستم. استاد دهخدا، بعد استاد پیرنیا که استاد خود منم در دانشکده بود و استادان دیگری بعد از بررسی های زیاد به این نتیجه رسیدن که کوروش همیشه میگه منم کوروش پسر کمبوجیا. پسر کمبوجیا کوروش سومه، نه کوروش دوم. و از این گذشته آقای دهخدا، استاد دهخدا بررسی های فراوانی کرده، نمونه های از چندین و چند کتاب آورده، سرانجام خودش هم بر این باور شده که کوروش سوم کوروش بزرگه. ما که در اون زمان نبودیم، اینا نتیجه بررسی این هاست. و از این نظر من یه نکته هم بگم، زیاد هم در این زمینه ما نمیتونیم خورده بگیریم که اونایی که میگن کوروش سوم کوروش بزرگه یا کوروش دوم کوروش بزرگه و کوروش کوچک برادر داروشه. البته برادر داروش هم کوروش بوده، اونجا کوروش کوچک بوده، هیچ هم بر نمیخوره به این کوروش سوم که کوروش بزرگ باشه. اون اصلا کوروش کوچک اسمش بوده. به هر روی مسئله تاریخی، اونم تاریخ ما ایرانی‌ها که توجهی نداشتیم که 4 نفر بنشینن از اون زمان بنویسن که چی بوده، چاره‌ای نبوده جز این کاری که آقای دهخدا کرده. دهخدا آمده تمام اون چی که در این زمینه بوده گرد آورده و اونایی که گفتن کوروش سوم کوروش بزرگ بوده، اونایی که گفتن کوروش دوم کوروش بزرگ بوده، اینا همه رو هم دیگه اومدن به اونجا به اون نتیجه رسیدن که کمبوجیه پدر کوروش بوده و کوروش خودشو پسر اون میدونه و کوروش سوم فرزند کمبوجیه بوده. امیدوارم که توضیح من رسیده باشه. ضمن اینکه من همچی روی این مسئله پافشاری نمی کنم که حالا کدوم درسته کدوم نه، چیزی که برای ما مسلمه اینست که ما یک ابرمردی داشتیم در تاریخ به نام کوروش بزرگ. من وقت داریم تمام شده، با پوزش از شما، با اینکه بینندگان هستم، من همه رو پاسخ میدم تا اینجایی که اینجا نشم پشت برنامه و همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران.